خب ببین استاد، این کل واشینگ استیشن، این در اصل اونا که تخت خوش شدن درینگ بدن، اینم شروع واشینگ استیشن. چیزی که دارم توضیح میدم یه چیز ساده است که 90% انجام میشه. حالا باز بستگی داره که کی کجا چجوری انجام میده. قهوه اینجا میاد، یه دو اینجا پاک میشه، بعد از اینور میره اینجا، فلوتینگ اینجا انجام میشه، میره تانک پایین. تانک پایین که میره، این الان فراوری چیه؟ فراوری واشته، فراوری خیس وت، قهوه واشت، قهوه شسته شده. میاد میره اینجا دستگاه پالپره، فلوترها یا همون قهوه‌ای که چگالیشون کمه و میاد رو آب، اینجا میمونه و جداش میکنن چون کیفیت کمتری داره. میره اینجا قهوه پالپ میشه، میره پایین. پایین که میره میرسیم به لایه بعدی، یعنی پوسته گوشته جدا شده، میمونه اون قسمتی از گوشته که خیلی محکم چسبیده به دونه و به راحتی جدا نمیشه. میان چی کار میکنن؟ میان تخمیرش میکنن. تخمیر چون اون گوشته مواد و متریال قندی هستش، به راحتی جدا نمیشه، یا دستگاه های خیلی پیشرفته ای میخواد که با استحکاک و سابیدن اینا به هم دیگه اونا رو جدا بکنن، بخاطر این با تخمیر مواد قندی شکر خودش رو از روی دونه ول میکنه، میان میذارن اینجا. مدل‌های مختلف داره تخمیر، حوازی، غیر حوازی، زیر آب، بیرون آب. این تانک هم کثیف نیستش، دیواره ها معمولا یا از سیمان یا از این جنسی که اسمش فراموش کردم جا استفاده میکنن، میذارن 10 ساعت، 6 ساعت، 20 ساعت، بعضی موقع طولانی تر میمونه و بعد آب میگیرن، میشونه مرحله بعدی، میره مرحله بعدی. بعضی موقع با پارو همش میزنن برای اینکه سریعتر اتفاق بیفته. فلوتراش رو دوباره اینجا از روش جمع میکنن. الان اینجا چیزی ندارم قهوه رو براتون بکشم بالا ببینیم، ولی دونه زردشه دیگه. الان تا میره پایین این بخشش خیلی اعظمه، اینه خیلی توضیحات داره. تخمیر رو توی پادکست میلار توضیح دادم چه اتفاقی میفته. قهوه رو باز میکنم، میاد توی جویبارا، یه تیک فیلم دیگه میذارم. از سال قبل که ببینید، از 2 سال قبل که چجوری میشورن. البته خیلی درست نیستش انقدر به قهوه فشار بیارن، ولی دیگه حالا این مسئله سنتیه. جدیدن من بهشون گفتم دیگه کمترین کار رو انجام میدن، یعنی با پارو قهوه رو نمیزنن، فقط ول میکنن توی جویبارا. چون شیب داره باعث میشه دوباره یه قسمتی از قهوه‌ای که شناور میشن میان روی آب و جدا میکنن، اون مواد و متریال تخمیری رو میشورن و بعد میره برای مرحله بعدی. حالا یا میذارن اینجا جمع بشه تو این تانکایی که اینجاه، یا سیستم فروری کنیا، دو هر جایی نداره، دابل واشتش میکنن، دوباره تخمیر میکنن و دوباره میشورنش. الان ولی اینطوری نیستش، ما اینجا میوه ریختیم، حالت عادی این شکلی نیست. بهتون میگم برای چی. میاد میره تو اینا دیگه، چه اتفاقی میفته؟ جمع میکنن میبرن روی این تخت ها. این میشه فراوری خیس ویت پروسس، قهوه شسته شده. الان ما داریم برای این مسابقه قهوه نچرال درای پروسس رو انجام میدیم. درای پروسس به چه صورته؟ یا فلوتینگ رو انجام میدن که ما الان داریم اینجا انجام میدیم، یا انجام نمیدن و قهوه رو همینجوری وقتی میاد یه خورده با دست سورتش میکنن، سلکتش میکنن، دونه های نرسیدش میرن میذارن
رو تختا. الان ما میخوایم چیکار کنیم؟ ما اول فلوتینگ انجام میدیم، شناور کردن و بعد باز هنوز یه سری دونه نرسیده آتیش هست. گفته بودیم تو پادکست میدان فلوتینگ فقط دونه های کرم خورده و گندیده رو جدا میکنه، نارسا رو جدا نمیکنه. نارسا رو میگه اینجا جدا میکنیم. الان رفتن تایم نار، یه سری عکس از قبلش میذارم که ببینید. اینا جدا میشه. حالا کاری که ما داریم انجام میدیم چیه؟ فراوری طبیعی، قهوه فراوری خوش، قهوه طبیعی ولی با تخمیر انروبیک، یعنی غیر هوازی، که میریم الان اون قسمت ببینیم. معمولا اینا باید تو شیب باشه، یه جوری میذارن که از شمال به جنوب باشه که آفتاب تو بیشترین حالت ممکن بهش برخورد کنه. اینجا هم انبار یا همون سیلوهاشونه که ما الان داریم تخمیر رو اینجا انجام میدیم، چون معمولا اینجا انجام نمیدن. دست آقا شهریار درد نکنه، سلطان تخمیر خاورمیانه. حتی فقط قهوه ها اینجا اومدیم بسنید تا اینا سیلوهاشونه اینجا میذارن بعد از خوش شدن انبار میکنن. اینا قهوه‌ایه که بعد از فروری طبیعی دیگه میان اینجا انبار میکنن و عرضم به خدمت شما که میمونه حالا تا پر بشه انبار بیان ببرن. اینجا فقط باید یه جوری باشه که هم رطوبت باشه هم سایه هم دماش ثابت باشه. البته که خیلی استاندارد داره، خب نمیتونن اینجا رعایت کنن. میایم میذاریم تو این تانکا که الان نورش کمه و نمیتونم از این بیشتر کنم براتون. علی اینجا رو ببین، نیوا میاد اینجا، همشون باید رسیده باشن. درشو این شکلی قفل هوا زدیم. از قفل هوا معمولی هم که روی پاکت های قهوه میخوره میتونستیم بذاریم، ولی خب خیلی سخت بود. شهریار زحمتشو کشید، درها سوراخ شد. یه شیلنگ میزنیم اینجا، آب میریزیم، هوا اکسیژن داخل نمیاد، فقط خارج میشه. بعد یه مدت تو حضور اکسیژن تخمیر طولانی تری رو داریم و بهش میگن فرایند تخمیر غیر هوازی. بازم تشکر میکنم آقا شهریار. اینو بعدا تو یوتیوب پستش میکنم، ولی چیزی که خیلی مهمه و این مدل رو گرفتم که تو اینستاگرام بذارم اینه که قهوه اینجا که تخمیر شد میاد بر میگرده روی این تختا. این فراوری معمولا اینجوری انجام نمیشه. قهوه طبیعی تخمیر نداره، خیلی راحت و ساده و ارزونه، چون مستقیم اونجا که میاد میاد روی این تختا میذارن. ولی الان برای این بحث مسابقات کاپ آف اکسلنس ما اومدیم این کارا رو انجام دادیم. 15 روز تخمیر میشه توی این تانکا. دلایل اینکه تخمیر چجوری چه اتفاق میفته روی قهوه و این طعم نیستش که از توی این تخمیر رو میوه بدونه بیاد، چجوری طعم در شکل میگیره و تغییر میکنه رو تو پادکست میلار توضیح دادم. خیلی طولانی تر از اینه که بخوام براتون توضیح بدم. اونایی که الان اونجا بهتون نشون میدم برای انتقال قهوه هاست که بیان روی تختا پهن بکنن. اینجا قهوه خیلی خشک شده نداریم که بهتون نشون بدم، ولی رنگش سیاه میشه. حالا عکسش رو میذارم. این قهوه گریت پایین ترشه که معمولا متاسفانه دیده شده که تو ایران خیلی دیدم. البته همه جون اینجوریه، با قیمت بالای اینا رو میفروشن به اسم قهوه های دیگه. اینا تختاییه که باش جا به جا میکنن. ما اومدیم اینجا چی کار کنیم؟ اومدیم راهنماییشون کنیم برای این فراوریه که یه خورده متفاوت تره.